سرخط خبرها، هشدار تند رئیسی به طراحان اختشاشات در کشور، انتقام نزدیک است. اسمام حجت امیر عبداللهیان با آذربایجان، مخالف حضور بیگانگان در منطقه هستیم. و ادعای زلنسکی مبنی بر دفع حملات روسیه بر منطقه دونتسک توسط نیروهای اوکراینی. به این بسته خبری از پیک خوش اومدید. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید امنیت و آرامش کشور ثمره خون ده‌ها و صدها شهید همچون شهید علی وردی است و امنیت خط قرمز دولت و ملت ایران است. رئیسی تأکید میکند که به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد طراحی دشمن برای خطر دار کردن این سرمایه ملی و ارزشمند عملی شود و اختشاشگران به سزای اعمالشان خواهند رسید. به گزارش ایرنا، ابراهیم رئیسی در گفتگوی تلفنی با خانواده شهید آرمان علی وردی که عصر روز یکشنبه انجام شد، ضمن عرض تسلیت به خانواده شهید آرمان از رشادت و بصیرت آن شهید بزرگوار تمجید کرد و گفت شهادت این جوان برومند نمادی از جانگذشتگی برای صیانت از امنیت و آرامش کشور است و مردم قدر چنین مجاهدتی را می دانند. رئیس جمهور امنیت و آرامش کشور را ثمره خون ده ها و صدها شهید همچون شهید علی دانست و افسود امنیت خط قرمز دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران است و به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد طراحی دشمن برای خدشه‌دار کردن این سرمایه ملی و ارزشمند عملی شود. آقای رئیسی حضور غیرتمندانه شهید علی و امثال او در صحنه دفاع از امنیت را الهام بخش و روشنگر خواند و گفت خون این شهید بزرگوار و سایر شهدای مدافع امنیت با آشکار کردن ماهیت واقعی بدخواهان کشور رشد بصیرت و آگاهی بیشتر مردم را در پی خواهد داشت. شهید مدافع امنیت در پی اغتشاشات اخیر در تهران به شهادت رسید و روز یکشنبه پیکر او با مشایعات پرشور مردم به خاک سپرده شد. ابراهیم رئیسی همچنین در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت با تسلیت شهادت جمعی از هموطنان عزیزمان در حادثه تروریستی در حرم مطهر شاه چراغ شیراز از حضور پرشکوه آحاد مردم در آیین تشییع و تکریم مقام این شهیدان در شهرهای مختلف قدردانی کرد. رئیس جمهور حادثه تلخ شیراز را عینیت یافتن بخشی از هدف دشمن در ایجاد ناامنی و اختلال در زندگی مردم از طریق ناآرامی، فتنه‌گری و ترور دانست و با اشاره به افزایش نفرت عمومی نسبت به تروریست‌ها و اختشاشگران افزود مسئولان مکلف هستند همه تلاش خود را برای حفظ آرامش و امنیت کشور و خدمت رسانی به مردم و رفع موانعی که مخل کسب و کار و تحصیل و زندگی روزمره آنان می شود به کار گیرند. رئیسی پیام حضور مردم در خیابان‌های شیراز و دیگر شهرهای کشور را علاوه بر محکومیت حمله تروریستی به حرم شاه چراغ، مقابله قاطع با تروریست‌ها و تأمین و تضمین امنیت کشور دانست. رئیس جمهور با بیان اینکه مهمترین وظیفه مسئولان برای مقابله با توطئه‌های دشمن کار و تلاش بی‌وقفه و به موقع برای حل مشکلات مردم و پیشرفت کشور است، زمان‌شناسی را از لوازم اصلی مسئولیت دانست و افسوس همه دستگاه ها مکلفند وظایفشان را در زمان مناسب انجام دهند تا هم کار انجام شده نتیجه بهتری برای مردم داشته باشد و هم تأخیر در انجام وظایف موجب از دست رفتن فرصت ها نشود. وی در بخش دیگری از سخنانش بر اجرای کامل قوانین تاکید کرد و با اشاره به مطالبه مردم و سازمان های مردم نهاد برای حل معضل آلودگی هوا همه دستگاه های زیرابت را ملزم به اجرای بی قید و شرط قانون هوای پاک کرد و تاکید کرد اگر دستگاهی به هر دلیل نتوانست به وظایف قانونی خود عمل کند باید دلیل آن را اعلام کند. وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با همتای آذربایجانی بر مخالفت ایران با حضور بیگانگان در منطقه تاکید کرد و گفت به تلاش‌ها برای حل مشکل بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان ادامه می‌دهیم. بر اساس گزارش‌ها نیروهای ترکی و مزدورانی از سوریه در نقاط مرزی با ایران و ارمنستان حضور گسترده دارند و آماده نبرد احتمالی با ارمنستان هستند.
گفته می شود باکو حضور افسران موساد را نیز در این کشور تسهیل کرده و آنان در حال فعالیت علیه ایران هستند. به گزارش خبرگزاری فارس، در تماس تلفنی یک شنبه شب حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جیهون بایرامون وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان برخی موضوعات دو جانبه و نیز مسائل مورد اهتمام مشترک در عرصه منطقه‌ای و بین المللی مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت. در این گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان ضمن اشاره به مناسبات خوب جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان و با اشاره به دیدار اخیر رؤسای جمهور دو کشور در آستانه بر تمامیت ارضی کشورهای منطقه از جمله جمهوری آذربایجان تاکید کرد و افزود ما همواره بر این باوریم که حضور بیگانگان در این منطقه شرایط را پیچیده‌تر می‌کند و ما مخالف این حضور هستیم. امیر عبداللهیان در ادامه افزود جمهوری اسلامی ایران راهکار درست حل اختلاف در قفقاز را در نشست 3 به علاوه 3 و مکانیزم‌های منطقه‌ای جستجو می‌کند و همواره به تلاش‌های خود برای حل مشکل بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان ادامه خواهد داد. رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان خاطر نشان کرد ما امنیت منطقه را مقوله‌ای به هم پیوسته دانسته و امنیت جمهوری آذربایجان را امنیت منطقه و ایران می‌دانیم و مخالفت خود را با هر گونه استقرار نیروهای بیگانه در منطقه اعلام داشته و آن را مغایر با صلح و ثبات و همکاری‌های منطقه‌ای می‌دانیم. جیهون بایراموف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان نیز در این گفتگوی تلفنی ارتباط مستقیم و مستمر وزرای خارجه دو کشور را نشانگر عمق روابط بین تهران و باکو خواند و گفت ما برای این روابط ارزش و احترام قائل هستیم. وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در ادامه از تماس تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان و تشریح نتایج سفر به ارمنستان قدردانی کرد و تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای کمک به صلح و ثبات منطقه ای را ستود. بایراموف در پایان مخالفت خود را با استقرار نیروهای بیگانه در منطقه ابراز داشت و بر تداوم همکاری‌های منطقه‌ای از جمله در قالب نشست 3 به علاوه 3 برای کمک به ثبات و امنیت در منطقه تاکید کرد. وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان همچنین از سفر پیشروی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به باکو استقبال کرده و آن را گام مهمی در راستای کمک به پیشرفت روابط دو جانبه توصیف کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که نیروهای اوکراینی حمله شدید نیروهای روسیه در شرق منطقه دونسک را دفع کرده است. به گزارش رویترز زلنسکی یک شنبه شب در پیام ویدیویی گفت که یک واحد نظامی از شهر چاو در غرب اوکراین این اقدام را انجام داده است، اما نگفت که درگیری در کجا رخ داده است. وی افزود امروز آنها اقدامات تهاجمی شدید دشمن را متوقف کردند. حمله روسیه دفع شد. رئیس جمهور اوکراین همچنین گفت که صندوق مبادله اوکراین دوباره پر شده است، به این معنی که نظامیان بیشتر روسی اسیر شدند. در روزهای اخیر شدیدترین جنگ در منطقه دونست در اطراف شهرهای باخمود و آویدیوکا میان نیروهای روسیه و اوکراین بوده است. با گذشت 9 ماه از جنگ میان روسیه و اوکراین، تارنامه نشنال اینترست نوشت تاثیر جنگ اوکراین تا یک نسل باقی خواهد ماند و تبعات مهمی در زمینه جهانی زدایی روابط روسیه و غرب و نظام بین الملل خواهد داشت که نادیده گرفته شده است. این رسانه به تاثیر بلند مدت جنگ اوکراین بر نظام بین المللی پرداخته و مدعی می شود که بسیاری از ناظران بر این باورند که اگر روسیه شکست بخورد غرب رونق خواهد گرفت و اگر روسیه پیروز شود نظام بین المللی به شدت لطمه خواهد خورد، زیرا هنجارهایی که علیه استفاده از زور برای تصرف اراضی دیگر کشورها خواهد بود تضعیف خواهد شد. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با پیک همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر بدرود.